و برای سرمون که ساپورت داریم. حالا دوستان من نیلوفر و غزاله اینجا دو مدل خوابیدن رو نشونتون میدن. همونجور که میبینین نیلوفر ساپورتش رو گذاشته جلوی پاش، پای عقبی خمه و پای بالایش رو میذاره روی ساپورت. غزاله هم ساپورت رو میذاره لای ساق پاش. اینجوری وضعیت لگن و کمر خوبه و خونساست و فشاری روشون نمیاد. و همینجوری که دراز کشیدیم دیگه آروم بدنمون رو رها میکنیم و تمام اون نقاطی رو که با زمین در تماس حس میکنیم که داره آب میشه و توی زمین فرو میره و یواش یواش خودمون رو میسپریم دست زمین و نفسامون رو توجه میکنیم که آروم و یک نواخ میشه و همینطور قشنگ انگار که زمین بدنمون رو در آغوش گرفته و احساس امنیت بهمون میده و ساپورت، مثل یک مادر که فرزندش رو در آغوش میگیره و همون جوری که هست میپذیرتش. زمین هم همینطور ما رو در آغوش گرفته و همین جوری که هستیم میپذیرتمون. و حالا همین احساس رو خودمون منتقل میکنیم به بچه که ما هم همین به همین گونه بچه‌مون رو انگار در آغوش گرفتیم، بهش احساس امنیت میدیم، باز هم شرایطمون رو هر جوری که هست میپذیریم. گاهی وقتا میتونیم تغییر بدیم شرایطمون رو، ولی همیشه نه. و با هر دم حس میکنیم که بدنمون سبکتر میشه و با هر بازدم رهاتر و همینطور آروم آروم حس میکنیم که بچه‌مون هم ریلکستر و آرومتر میشه. فقط فقط به صدای نفسمون گوش میکنیم و یواش یواش صدای نفسمون هم گم میشه. رهای رها، سبک سبک. تو این پوزیشن تا هر زمانی که دوست داشتین میتونین بمونین. هر وقت که خواستیم بیاین بیرون، بدنتون رو دوباره روی زمین پیدا میکنیم. انگشتای دست و پا رو تکون میدیم. میتونین دستتون رو بذارین روی شکمتون و با بچه دوره ارتباط برقرار کنین. میتونین هر صحبتی که باهاش دارین همینجا در میون بذارین. بعد خیلی آروم دست بالاییتون رو میبرین بالای سر، شروع میکنین حرکت دایره زدن که بیدار بشیم و در نهایت کف پاهامون رو میذاریم روی زمین، دست راستمون رو جلوی سینه میذاریم روی زمین و هر وقت که اوکی بودیم خیلی آروم به همون شکلی که رفتیم پایین میایم بالا، یعنی از پهلو. راحت میشینیم.